سه می باشد. حجم توده ماسد و در واقع وزن آن با لنگر پیچشی کاملا پلاستیک اعمال شده بر یک مقطع متناسب است. تفسیر سایر موارد این روش در ارتباط با سطح ماسد به غشا گفتیم یکسان خواهد بود. 3.11 عضوهای توخالی با دیواره نازک. برخلاف عضوهای صلب غیر مدور، لوله هایی که دارای دیواره نازک و شکل های مختلف هستند را می توان با روش های نسبتا آسان تجزیه و تحلیل نمود و بزرگی تنش های برشی و زاویه پیچش ناشی از اعمال لنگر پیچشی را در آنان محاسبه کرد. اکنون لوله‌ای با شکل دلخواه که ضخامت دیواره آن متغیر است را مطابق شکل 3.22a در نظر بگیرید. این لوله تحت تأثیر لنگر پیچشی تی قرار گرفته است. المانی را از این لوله جدا یا ایزوله می کنیم. المان مزبور که با بزرگنمایی زیاد در شکل 3.22b نشان داده شده است، باید به واسطه عملکرد نیروهای F1 تا F4 در وضعیت تعادل قرار گیرد. این نیروها از ضرب تنش‌هایی که در صفحات بریده شده عمل می کنند و مساحت‌های مربوطه محاسبه می شوند. از رابطه سیگمای Fx مساوی صفر نتیجه می گیریم که F1 مساوی F3 است. اما می دانیم که روابط F1 مساوی T2DX و F3 مساوی T1DX طبق تعریف برقرار می باشند. در دو رابطه اخیر T1 و T2 به ترتیب تنش‌های برشی موجود در مساحت‌های T1DX و T2DX هستند. بنابراین می توان نوشت T2DX مساوی T1DX یا به عبارتی T1 مساوی T2. به هر حال چون صفحات برش دهنده طولی در فاصله دلخواه از یکدیگر در نظر گرفته شدند، از روابط فوق نتیجه می گیریم که بر روی هر یک از این نوع صفحات حاصل ضرب تنش برشی و ضخامت دیواره مقداری ثابت خواهد بود. این مقدار ثابت را با نماد Q نشان می دهیم و اگر تنش برشی بر حسب نیوتن بر متر مربع و ضخامت دیواره لوله بر حسب متر اندازه گیری شوند، Q بر حسب نیوتن بر متر محاسبه می شود. در بخش 2.9 معادله 2.8 به این نتیجه رسیدیم که تنش‌های برشی واقع در صفحات متعامد یک المان در یک گوشه با هم برابرند. پس در گوشه‌ای مثل گوشه آ در شکل 3.22b T2 مساوی T3 و با استفاده از همین استدلال T1 مساوی T4 خواهد بود. بنابراین رابطه T1 T4 مساوی T2 T3 صحیح و یا در صفحه بریده شده ای که بر محور یک عضو عمود است، Q به طور کلی یک عدد ثابت می باشد. بر این اساس می توان یک تشابه را فرمول بندی نمود. مرزهای داخلی و خارجی دیواره را می توان به مثابه مرزهای یک کانال تصور نمود. سپس می توان فرض کرد که یک کمیت ثابت آب به طور یک نواخت و به آرامی در کانال مزبور گردش کند. در این سیستم مقدار آب جاری از میان صفحه‌ای که در عرض کانال قرار گرفته است ثابت می باشد. به دلیل این تشابه کمیت کیو را جریان برش می نامند. سپس سطح مقطع لوله را در نظر بگیرید. شکل 3.22c بر اساس استدلال و تشابه اخیر، نیروی موجود در هر متر از محیط لوله ثابت است و جریان برش نامیده می شود. اگر این جریان برش را در ds یا طول کوچکی از محیط لوله ضرب کنیم، qds به عنوان نیرو بر طول دیفرانسیل به دست می آید. حاصل ضرب نیروی بی نهایت کوچک qds و r حول نقطه مناسبی مثل نقطه O سهم یک المان را از نظر پایداری در مقابل لنگر پیچشی اعمال شده T مشخص می کند. مجموع یا انتگرال این حاصل ضرب ها عبارت است از T مساوی انتگرال روی سطح بسته rqds. عملیات انتگرال گیری در اطراف لوله و در امتداد خط مرکزی محیط آن انجام می شود. چون کیو ثابت است، معادله اخیر را می توان به صورت زیر نوشت: تی مساوی کیو انتگرال روی سطح بسته RDS. به جای گرفتن انتگرال، از توجیه ساده‌ای برای انتگرال فوق استفاده می کنیم. با توجه به شکل 3.22c ملاحظه می کنیم که RDS از نظر مقدار مساوی دو برابر مساحت هاشور خورده یک مثلث بی نهایت کوچک با ارتفاع R و قاعده DS می باشد. بنابراین انتگرال مورد بحث به طور کامل مساوی دو برابر کل مساحت محصور شده به وسیله خط مرکزی محیط لوله است. اگر این مساحت را با یک نماد ویژه مثل A نشان دهیم، خواهیم داشت T مساوی 2AQ یا Q مساوی T بخش بر 2A. این معادله فقط برای لوله هایی که دارای دیواره نازک هستند کاربرد دارد. مساحت A تقریبا میانگین دو مساحت در بر گرفته شده به وسیله سطوح داخلی و خارجی یک لوله، یا چنانچه متذکر شدیم مساحت محصور شده به وسیله خط مرکزی محیط لوله می باشد. اگر لوله دارای شکاف باشد،
معادله 3/14 به هیچ وجه قابل استفاده نخواهد بود، چون جریان برش کیو معادله 3/14 برای هر لوله مشخص یک مقدار ثابت است. با استفاده از تعریف جریان برش، تنش برشی در هر نقطه از لوله که ضخامت دیواره مساوی T باشد عبارت است از تا مساوی کیو بخش بر T. در محدوده الاستیک معادلات 3/14 و 3/15 برای لوله های متفاوت با شکل های مختلف قابل استفاده می باشند. در مورد رفتار غیر الاستیک معادله 3/15 فقط زمانی کاربرد خواهد داشت که ضخامت تی ثابت باشد. اگر ماده مصرفی از نوع الاستیک و خطی باشد، زاویه پیچش یک لوله توخالی را می توان با استفاده از اصل بقای انرژی محاسبه نمود. بنابراین زاویه تتا یا زاویه پیچش بر فاصله واحد از فرمول زیر محاسبه می شود. تتا مساوی دی فی به دی ایکس مساوی تی بخش بر 4a2g انتگرال بسته دی اس بخش بر تی. 3.12 کوپلینگ های شافت. غالبا در عمل شرایطی به وجود می آید که طول شافت های موجود برای کاربرد مورد نظر کافی نیست. همچنین برای کارهایی چون تعمیرات یا مونتاژ اغلب لازم است که از چندین شافت کوچک یک شافت طولانی ساخته شود. برای اتصال شافت‌های کوچک به یکدیگر از کوپلینگ‌های فلانژدار که یک نمونه از آن در شکل 3.24 نشان داده شده است استفاده می‌شود. کوپلینگ‌هایی که به وسیله چند پیچ به هم متصل می‌شوند را اصطلاحاً نوع سولب می‌نامند تا تفاوت آنان با کوپلینگ‌های دیگری که به نوع انعطاف‌پذیر معروفند مشخص گردد. کوپلینگ انعطاف‌پذیر امکان انحراف دو شافت متوالی از امتداد مستقیم را به وجود می‌آورد. در اینجا فقط کوپلینگ‌های سولب را مورد بحث قرار خواهیم داد. در مورد کوپلینگ‌های سولب معمولاً فرض بر این است که تغییر شکل‌های برشی در پیچ‌ها مستقیماً به صورت خطی نسبت به فاصله آنان از محور شافت تغییر کنند. از اصطکاک بین فلانژ‌ها صرف نظر می‌شود. بنابر آنچه برای مسئله پیچش در شافت‌های مدور داشتیم، اگر پیچ‌ها از یک نوع ماده ساخته شده باشند، تنش‌های برشی الاستیک در پیچ‌ها همچنین نسبت به فاصله آنان از مرکز کوپلینگ به صورت خطی تغییر می‌کنند. توزیع تنش برشی در هر یک از پیچ‌ها یک نواخت فرض می‌شود و فاصله مرکز هر پیچ از مرکز کوپلینگ تنش برشی موجود در آن پیچ را تعیین می‌کند. پس اگر تنش برشی موجود در یک پیچ در مساحت سطح مقطع آن ضرب شود، نیروی موجود در آن پیچ محاسبه می‌شود. نیروهای موجود در پیچ‌هایی که موقعیت آنان از مرکز کوپلینگ به ترتیب به وسیله شعاع‌های A و B مشخص می‌شود، در شکل 3.24c نشان داده شده‌اند. پیچ‌های مصرفی دارای اندازه‌های مساوی می‌باشند. گشتاور نیروهای موجود در پیچ‌ها حول محور شافت ظرفیت یک کوپلینگ را از نظر تحمل لنگر پیچشی مشخص می‌کند. استدلال فوق به استثنای اینکه به جای یک سطح مقطع پیوسته تعدادی نقاط جداگانه در نظر گرفته شده است، از هر لحاظ با آنچه برای به دست آوردن فرمول پیچش در شافت‌های مدور مورد استفاده قرار گرفت یکسان است. این یک تجزیه و تحلیل ناقص است، زیرا تمرکز تنش‌ها بدون شک در محل تماس پیچ‌ها با لبه‌های یک کوپلینگ به وجود می‌آید. نحوه تبدیل فرمول پیچش برای استفاده در این مورد به خصوص و تجزیه و تحلیل موارد مشکل‌تر از مسئله کوپلینگ‌ها در فصل 14 مورد بحث قرار خواهد گرفت. روش تحلیلی فوق فقط در مورد کوپلینگی که پیچ‌های آن در ابتدا تحت برش قرار می‌گیرند معتبر است. به هر حال در بعضی از کوپلینگ‌ها پیچ‌ها تا حدی سفت می‌شوند که کوپلینگ به نحو متفاوتی عمل می‌کند. کشش اولیه در پیچ‌ها برای اینکه باعث عملکرد کوپلینگ در وضعیت اصطکاک گردد به اندازه کافی قوی است. تجزیه و تحلیل اخیر تحت شرایط مذکور معتبر نبوده و فقط در صورتی که از تنش‌های موجود در پیچ‌ها کاسته شود به عنوان معیاری برای استحکام نهایی کوپلینگ اعتبار خواهد داشت. به هر حال اگر پیچ‌هایی با استحکام یا مقاومت کششی بالا مورد استفاده قرار گیرند، احتمال بروز خطر کاهش یافته و استحکام ممکن است بیش از حالتی که پیچ‌ها تحت نیروی برشی عمل می‌کنند باشد.